آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران دیروز در مصلی تهران هم صحبت از هیجان و شور نشاط قشرهای مختلف می‌کرد که از دید او بیشتر با راهپیمایی روز قدس نسبت داشت. او گفت امسال میزان مشارکت در این راهپیمایی از سال‌های پیش هم بیشتر بوده. در دنباله این اظهارات آقای خامنه‌ای از مردم خواست اسراف نکنند. آقای خامنه‌ای که در آیین عید فطر در مصلی تهران صحبت می‌کرد گفت جدا از سفرهای زیارتی که برکت دارد، مردم به سفرهای تفریحی خارجی نروند. توده مردم بایستی مسئله اسراف رو مورد توجه قرار بدن. ما چند سال قبل از این مسئله اسراف رو مطرح کردیم. زیاده روی، ولخرجی در اموری که نیاز نیست، این رو به نفع کشور، به نفع طبقات مستضعف و فقیر و مظلوم کنار بگذارند. کسانی که عادت کردن به سفرهای خارج برند، این عادت رو رها کنند، ترک کنند. رفتن به سفرهای خارجی تفریحی به کشورهای گوناگون، البته غیر از سفرهای زیارتی به عتبات یا به حج، این مورد نظر نیست. او انقدر خرج و هزینه هم بر دوش کشور نمیگذارد، دارای برکاتی هم هست. نه سفرهای تفریحی، سفرهای زائد، اینها رو کنار بذارن با بهانه های گوناگون. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران بود که از زیان سفرهای تفریحی و برکات سفرهای زیارتی میگفت. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از بن آلمان همین حالا با ما هست. بامداد بسیار زود شما بخیر آقای مهدوی آزاد. منظور از این پاره صحبتی که شنیدیم از آقای خامنه‌ای و از محورهای اصلی صحبت‌های دیروز او به نظر شما چه میتونه باشه؟ اینکه مردم از سفرهای خارجی خودداری کنند چه بردی برای جمهوری اسلامی میتونه به شما بده؟ صبح شما بخیر. ببینید، از اعتراضات دی ماه سال 96 تا الان، تا حدی که من شمردم، آیت الله خامنه‌ای حداقل 6 بار در 6 سخنرانی مجزا به صراحت تاکید کرده که دشمنان جمهوری اسلامی دنبال فشار اقتصادی بر ایرانن. برنامه اصلی اونها فشار اقتصادی و در واقع تعمیق نارضایتی های اقتصادی است. منتها حرفایی که این بار آقای خامنه‌ای در سخنرانی عید فطر زد دیگه به ظاهر یک تحلیل سیاسی، یک توصیه اخلاقی نیست. به نظر میرسه که حرفهای رهبری جمهوری اسلامی در واقع ورود رسمی اقتصاد ایران به یک دوره جدیدی که از نگاهی بی سابقه است، حتی پایان جنگ یا حتی دوره قبلی تحریمات از زمان آقای احمدی نژاد همین نبود. در واقع ایران رسما جمهوری اسلامی وارد فاز تازه‌ای از اقتصاد شده که یک بودش این هست که از قبل سنترالیست‌تر، در واقع مرکزگراتر، دولتی تر خواهد بود این اقتصاد. همچون که آقای خامنه‌ای در بخش از حرفاش گفت کمیسیونی تشکیل شده که احتمالاً کمیته فراتر از شورای عالی امنیت ملی است، شبیه هم کمیته آقای احمدی نژاد، کمیته تدابیر ویژه اقتصادی. و در گام دومش گفت که مردم نه تنها باید ولخرجی نکنند، نه تنها نباید سفر خارجی نرن، نه تنها نباید کالای خارجی نخرن، حتی در حوزه حریم خصوصی اقتصاد خانوادگیشون هم مراعات بکنن، که به معنی این هست که ما وارد اقتصادی به شدت ریاضتی تر، به شدت سخت گیرانه تر از قبل شدیم. برای حرفای آقای خامنه‌ای رو من تایید، اعلان رسمی، حمایت رسمی عالی‌ترین مقام حکومت از فاز جدید و دوران جدید اقتصادی ایران می‌دونم. آقای مهدوی آزاد، علی خامنه‌ای در این سخنرانی از چیزی که رواج پدیده ناپسند توهین و تهمت به یکدیگر در فضای مجازی عنوان شده هم انتقاد کرد. در این مورد هم ظاهراً به توضیحاتی نیاز داریم. ببینید، متاسفانه در تحلیل‌ها و راهکارهای آیت الله خامنه‌ای همیشه بخشی از واقعیت‌ها حذف میشه. یعنی همین راهکار اقتصادیش هم ایشون ببینید، ایشون مثلا به مردم میگه حتی در خانواده‌تون چیزی نخرید، نمی‌دونم صرفه‌جویی بکنید. اما اون امپراتوری بزرگ مالی خودش که در تو یه رقمش آقای احمد نژاد میگه 700 هزار میلیارد تومان سرمایه داره رو نادیده می‌گیره. اینجا در حوزه در واقع مسائل پرخاش و اینترنت هم اینان همین ماجرا اتفاق افتاده. در اینکه فضای مجازی ایران به شدت آلوده است حرفی نیست. در اینی که بخش بزرگی از احزاب، جریان‌های سیاسی، فعالان سیاسی و شهروندان ما در شبکه‌های مجازی از نیروهای حکومتی گرفتند تا اپوزیسیون برعکس در خارج از کشور، حتی کانه برخورد می‌کنند، تهمت یه سکه رایج شده، همه به هم دشنام میدن، هم حرفی نیست. این فضا آلوده است، این فضا توسعه نیافته است. منتها دلیل و علت در واقع این آلودگی بخشش برمیگرده اساساً به عملکرد نیروهای حامی آیت الله خامنه‌ای.
در اون موقعی که من از این آلودگی انتقاد میکنم، من بازیگر نیستم توی این فضا، من و شما، ما ناظریم. منتها آیت الله خامنه ای بازیگر این بازی است و بخش بزرگی از این خشم اجتماعی این روزها، چه در نیروهای برانداز، چه در نیروهای اصلاح طلب، ناشی از عملکرد افسران جرایم سایبری، نیروهای بسیج و کسانی است که حداقل ادعا میکنن آیت الله خامنه ای رو حمایت میکنن. و آقای خامنه ای این بخش رو هم نادیده گرفته. ظاهرا منظورش در واقع انتقاداتی است که به برخی از در واقع مقامات بلندپایه دولت این روزها انجام میشه، بدون اینکه در واقع کلیت ماجرا رو لحاظ کنه. شاید در کل بشه گفت که سفرهای خارجی، جلوگیری از اسراف، ناپسندی توهین و تهمت در فضای مجازی در واقع جز کلیات صحبت‌های آقای خامنه‌ای باشه. دیروز در عید فطر در مراسمی که برگزار شد، به نظر شما آقای مهدوی آزاد در این سخنرانی پاسخ معادلاتی رو که امروزه ایران باشون روبرو هست شنیدین یا نه؟ ببینید، دو سه روز قبل از سخنرانی آیت الله خامنه‌ای، پرزیدنت ترامپ بعد از اون دیدار معروف با در واقع رهبر کره شمالی، یه جمله خیلی معروف گفت: آقای خامنه‌ای رفتارش بعد از این حملات من عوض کرده و جمهوری اسلامی کمی عقب نشینی کرده. فردای اون روز توییتر آیت الله خامنه ای یه توییتی زد در مورد نابودی اسرائیل و پارلمان کانادا. به بهانه اون توییتر در واقع اصلا کلا مذاکرات رو از دولت خواست با ایران قطع بکنه و عادی سازی روابط رو متوقف بکنه. واقعا این است که ناظران میگفتند که آقای خامنه ای بعد از در واقع تشدید فشارها وارد یه دوره گذار شده، کمی خیشتنداری میکنه، به نسبت دوره اوباما کمی آرامتر حرف میزنه، سپاه جواب اسرائیل رو نمیده، اینا در موضع تدافعی و فعلا در موضع در واقع دوران گذار هستن. حرفای دیروز آقای خامنه ای بازگشت به همون سیاست کلاسیک بود، یعنی اصرار او بر اینی که اسرائیل باید نابود بشه که اینو در دیدار با مقامات گفت بعد از سخنرانی عید فطر، و همچنین نوع حرفای پرخاشگرایانه او در سخنرانی عید فطر در واقع انگار جواب او بود به دنیا که نخیر من عوض نشدم، در واقع در بر همون پاشنه میچرخه و من همچنان همون مواضع قبلی رو دارم. انگار آیت الله خامنه ای دیروز آمده بود با همون رهبر جهادی طرفدار جنگ و شربت شهادت دوباره بیعت کنه.